اسید معده از اون چیزایی که به خاطر بد غذا خوردن کلی عوارض برات به وجود میاره و معمولا از قرص‌های شیمیایی که استفاده میکنی تا زمانی که داری مصرف میکنی نتیجه میگیری، بعد که قطع کردی دیگه اثر دارو هم از بمیره، باز دوباره این وضعیت به وجود میاد. الزاماً کسی که اسید معده داره ترش نمیکنه، ولی یه سری علائم داره که الان برات میگم. پشت شونه فردی که اسید معده داره سمت چپ یه حالت درد و گرفتگی داره، هر کاری هم میکنه خوب نمیشه. پای چششون پف میکنه، هم کسایی که حرارت خون دارن پای چششون پف میکنن، هم کسایی که اسید معده دارن. اسید معده زیاد باعث میشه استخون درد میگیری و دندونات زود خراب میشه. تو یه پست دیگه واسات گفتم یکی دیگه از علامتاش اینه که زبونت کلفت میشه. تو کامنت واسم زده بودی که زبونم میسوزه، این مال اسید معده است، دلیل دیگه ای نداره. به ریه، حنجره و مری آسیب میرسونه. بعضیا تو دهنشون آفت میزنه این جلوها، بعضیا این ته دهنشون، ته زبونشون یا ته فکشون اینا جوش میزنه و آفت دردناک میزنه. اینا به خاطر اسید معده است. بعضی وقتا میتونه به خاطر این آفت توی کبد باشه یا توی معده باشه که توی دهن خودشونشون میده. اینا جلوی دهنن، ولی اونی که اسید معده داره دهنش جوش میزنه و دردناک میسوزه اذیت میشه، این ته دهانشه. بعضی ها میگن که من صفرامم تخلیه کردم، این چیزایی که گفتی میخورم، ولی دهنم هنوزم تلخه. باز دوباره اینا اسید معدهشون زیاده. تو بعضی از افراد وقتی که اسید معده زیاد میشه گوششون خارش پیدا میکنه. ببین اینا که دارم بهت میگم علامتای ابتداییه، یعنی بدن داره از خودش واکنش نشون میده که تو بفهمی. کسی که به بدن خودشون دقت دارن علامت‌ها رو دریافت میکنن. یه طرف گوشش میخوره، دور اینجوری میکنه مثلا. وقتی بدونی داره گوششت میخوره، اگه عفونتی چیزی نداری، دست میزنی درد نمیگیره ولی خارش داری، مال اسید معدته. بعضیا کل بدنشون پف میکنه. یکی دیگه از علامت‌های شاخص و عمومیش اینه که عرق بدنتون حالت چسبنده پیدا میکنه. ولی از همه مهمتر اینه که اگر اسید معده رو توی معده خفش بکنی، یعنی درمانش نکنی، دفعش نکنی، باعث لک صورت میشه. خانمایی که حساسن لک صورتشون نمیره با کرما، حتی با دستوری که ما دادیم نمیره، لکهای سنگین دارن اینجاهاشون و تیره شده، اسید معده رو توی معدهشون خفه کردن، اصطلاحاً سرکوبش کردن با یه چیزی، دفعش نکردن، درمانش نکردن. پس ببین یه چیز ساده که خیلی هم تو طول زندگیشون امکان داره باش درگیر بشن، چقدر میتونه وسط عوارض داشته باشه، که اینا خودشون بیماری نیستن، اینا خودشون عوارض اسید معده ان. یعنی بیماری میشه اسید معده، علائم و عوارضش میشه اینا که برات گفتم. اینایی رو که بهت گفتم عوارض اسید معده بود، اینایی رو که الان برات میخوام توضیح بدم اینا علتهای به وجود اومدن اسید معده است. یک، کسایی که چای زیاد میخورن، مخصوصا چای ایرانی نباشه، چای خارجی که اسید و تو فراوریش از اسید به کار میره، از یه نوع ماده شیمیایی به کار میره، رنگ شیمیایی داره و طعمش هم طعم طبیعی نیست. دوم، کسایی که زیاد عصبانی میشن، کسایی که نمک زیاد میخورن. ما آدم داریم، مهمون دعوتش میکنیم مثلا سر سفره یا رستوران، میاد همین به محض اینکه میشینه بدون اینکه غذا رو بچشه نمک میزنه روش. یعنی خب این معلومه که نمک خور زیاده، چون تو خود غذا میزنن دیگه. حالا یه کمی کم نمک باشه یه خورده روش آدم میپاشه، ولی دیگه بعضی عادتشون. این قسمت سوم پست درمان اسید معده است. یک، ماست چکیده. خودت هم میتونی ماست خونگی درست بکنی، بندازی تو کیسه، آبش بره، سفت میشه قشنگ چکیده، بهش یه ذره شیره انگور استفاده اضافه میکنی میخوری. آها، بذار قبلش اینو بهت بگم، یکی دیگه از علتهای به وجود اومدن اسید معده خوردن شیرینی بعد از غذا، هر چیز شیرینی، شیرینی باشه، مربا باشه. یه درمان دیگه اینه که یه توک قاشوق چای خوری، نصف قاشوق چای خوری زیره رو نیم کوب میکنی تو این زعفرون صابا مثلا و میریزی تو آب جوش، یه ذره گرد لیمو امانی یا یه تیکه لیمو امانی میندازی توش، یه 10 دقیقه، نیم ساعت، 20 دقیقه بمونه دم بکشه و این رو میل بکنی، اسید معده تو از بین میبره. عرق بیت کاسه شاتره، شادم ناراحت چی، به اضافه فلوس و ترنجبین رو میجوشونی، رنگش که سیاه شد صاف میکنی میخوری، اسید معده تو از بین میبره. اگر صبحانه گوشت چنجه گوسفندی دو تا پر مثلا گوشت گوسفندی رو گاز بگیری کباب بکنی،
و روش هم یه خورده گرد لیمو امانی یا گرد قوره بریزی بخوری، هم معده تو تقویت میکنه، چون اسید معده خودش معده رو ضعیف میکنه، ساختار گوارش رو ضعیف میکنه، هم معده تو تقویت میکنه هم اسید معده تو از بین میبره. اونایی که اسید معدهشون خیلی زیاده ایت که نون جو خوش تو جیبشون بذارن و این ور اونور که میرن زمانی که نیاز دارن یه مقدار بذارن دهنشون و میل بکنن سق بزنن، این اسید معدهشون از بین میبره. تو میوه ها اگر میخوای چیزی استفاده بکنی، شربت کیوی نشنیده بودی تا حالا؟ ترشیش هست، مرباش هست، شربت کیوی هم داریم. شربت کیوی برای رفع اسید معده بسیار عالیه، بی‌نظیره. فصلش نیست دیگه، فصلش که شد انشالله یادآوری کنید تو استوری براتون دستور مصرف شو بذار، دستور تهیه شو بذار. قدومه، تخم ریحون رو تو آب جوش بریزید، بذارید موسیلاش تولید بکنه، حالت ژله‌ای بشه، میل بکنید و این اسید با آب کم اسید معدتون رو جمع میکنه و از طریق روده دفع میکنه. اینجا دیگه اسید معده دفع میشه با این دارویی که گفتم، خفه نمیشه. آش جو، سوپ جو اسید معده رو از بین میبره. ببین انواع مختلف داروهای غذاهای خونگی رو بهت گفتم، چیزایی که دم دست باشه بتونی تهیه بکنی، برای اینکه یکی مثلا ماست چکیده الان نداره، الان نیاز داره، نون جو یه دقیقه مثلا از هر سوپرمارکتی داره میتونه بگیره. نون سبوس داره، میتونی نونوای محلتون بگی آقا شات حسابل کن این سبوس بزن توی خمیر من، روی خمیر نریزید سبوسو خراب میشه، توی خمیر بگید میکس بکنه بعد نونتون رو بپزه بهتون بده، راحته دیگه، اینا چیزای سختی نیست. شربت خانسار رانیتیدین گیاهی دکتر داوود با فرمول اختصاصی به اضافه پودر تقویت معده، دم کرده رفع اسید معده هم میتونید استفاده بکنید. مشخصات شد کپشن گذاشتم، اعلام نتایجش هم برو ببین. دمت گرم دکتر جون، یادت نره این پست طولانی شد. خدافظ.